به دنبال بالا گرفتن بیماری کرونا و قرار گرفتن تمام کشور در خط قرمز کرونا و افزایش آمار مرگ و میر اکنون بحث برگزاری مراسم محرم در افکار عمومی بالا گرفته است در حالی که روز گذشته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت ویروس کرونا در ایران مجموع بیماران کووید 19 در کشور را نزدیک به 300 هزار نفر و جان باختگان را نیز 235 نفر برشمرد که مجموع جان باختگان را به بیش از 16 هزار نفر رسانده است علی رزا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت در سخنانی سعی کرد برگزاری مراسم را به رسمیت بشناسد ولی تاکید کرد که با انجام مراسم در خیابان ها و دسته های عزاداری و پذیرایی هیات ها مخالف است به یفزود همه ایرانیان شیعیان و همه آزادگان دنیا عاشق امام حسین هستند و لذا مراسم ازاداری ماه محرم و سفر جزء مردمی ترین مراسم است که در کشور ما برگزار می شود این مراسم دولتی نیست بلکه مردمی است به یفزود هر گونه تجمع بالای ده نفر ریسک ابتلا به بیماری را افزایش می دهد. بنابراین اگر فضا سربسته باشد و تهویه مناسبی وجود نداشته باشد، ریسک ابتلا به بیماری کرونا بالا می رود و بیشتر از 25 درصد ظرفیت در هر فضا توان با ریسک بالای بیماری خواهد بود. معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هر گونه تجمع حفاظت نشده ای ریسک بیماری را بالا میبرد بیان کرد زمان ماندن در فضای سربسته در رابطه با بیماری از اهمیت زیادی برخوردار است و در فضای باز بر اساس پروتکل ها چندین فاکتور را باید در نظر گرفت در فضای باز شانس ابتلا به عفونت کمتر است اما تراکم و تجمع می تواند سبب انتقال بیماری شود وی با اشاره به اینکه با راه اندازی دسته ها واقعا مخالف هستیم گفت ما با حضور تماشاگران دسته ها در ایام و سفر مخالف هستیم به طوری که تماشاگر و دسته نباید وجود داشته باشد و دسته ها در یک جا نباید تجمع کنند وی با اشاره به بحث نزورات و پذیرایی ها در ایام محرم گفت با هر گونه پذیرایی در تجمعها مخالف هستیم از این رو توصیه می کنیم که نزورات به صورت کمک های مؤمنانه ادامه پیدا کند به طوری که به صورت خام و خشک نزورات را به دست مؤمنان برسانیم و بنابراین غذا در هیئتها به هیچ وجه نباید توضیح شود و محل توضیع غذا نباید یک جا باشد معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه میتوان طرح هر خانه یک حسینیه را اجرا کنیم افزود، همه خانواده ها می توانند این کار را انجام دهند و صدا و سیما می تواند با رعایت پروتکل ها مراسمی را به صورت مستقیم پوشش دهد. همچنین می توان از فضای مجازی بهره گرفت. هر جایی که تجمع باشد و این تجمع به صورت کنترل نشده باشد برابر با انتشار بیماری خواهد بود. اما علا رغم این سخنان مقاومت از سوی جناهای سنتی و مدهان ادامه دارد. سعید حدادیان از مداهان نزدیک به نهاد رهبری و اصولگرا گفته است که مراسم محرم امسال را باید با شکوه برگزار کنیم و حتی اگر قرار باشد کسی بمیرد کسانی هستند که بخواهند جانشان را برای این مراسم بدهند اجازه جان ما که دست خودمان است به تهدید کرده است که من امسال با هر شرایطی دسته ازاداری بزرگی از میدان آزادی تا میدان انقلاب به راه میاندازم. به نظر می رسد که دولت در وضعیت فعلی هنوز نمی تواند قاطعانه در مقابل تهدیدها و هشدارهای روحانیون سنتی مقاومت کند آن هم در حالتی که ظرفیت بیمارستان ها کاملا پر شده و نظام درمانی در مقابل موج جدید می تواند با فروپاشی روبرو شود حسن روحانی به خاطر حفظ موقعیتش در قدرت علارغم در که خطرات از برگزاری مراسم محرم دائما دفاع می کند و عملا در مسئولیت مرگ مردمی که همکنون در بیمارستان های پر از بیمار جایی برای آنها وجود ندارد مسئولیت مستقیم دارد. علاوه بر این نحوه تهدید حدادیان به گونه است که گویی دولت و قدرتی وجود ندارد که چنین تهدیدی را در مورد مراسم انجام می دهد. شلیک موشک های بالستیک سپاه در خلیج فارس و نیز مانور نظامی علیه ماکت ساخته شده مدل ناو هواپیمابر آمریکا مسئله ساز شد و نشان داد که روابط دو کشور میتواند در هر موقعیتی وارد فاز خطرناک درگیری شود. شبکه سی به نقل از مقام های دفاعی گزارش داد پس از آنکه نمودارهای اطلاعاتی نشان دادند ایران اقدام به شلیک چند فروند موشک بالستیک کرده دو پایگاه نیروی هوایی آمریکا العدید در قطر و پایگاه هوایی از زفره در امارات متحده عربی برای مدت کوتاهی در وضعیت آماده باش قرار گرفتند. CNN گزارش داده از نیروهای این دو پایگاه خواسته شده وارد پناهگاه و یا ساختمانهایی با استحکام بالا شوند. مقام های دفاعی آمریکا گفتند اعلام وضعیت آماده باش اقدام احتیاطی بوده است. در نهایت هیچ موشکی به این منطقه نزدیک نشده. این مقامها میگویند در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه در این باره هستند. آنها اقدام ایران را بسیار خطرناک ارزیابی کردند. همچنین نیروی دریایی آمریکا به برگزاری مرحله نهایی رزمایش بزرگ دریایی و موشکی سپاه واکنش نشان داده. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به خبرنگاران گفت ما از رزمایش ایران و اقدام این کشور در حمله به ماکت یک شناور شبیه به یک ناو هواپیمابر غیر متحرک آگاه هستیم. به افزود ما همیشه این نوع رفتارهای غیر مسئولانه و بی ملاحظه ایران در مجابرت آبراه های شلوغ بینالمللی را تحت نظر داریم. یک سخنگوی ناوگان پنجم روز دوشنبه گفت که آمریکا قصد درگیری با ایران را ندارد. به افزود ما به توانایی نیروی دریایی آمریکا برای دفاع از خودمان در برابر تهدیدات دریایی اطمینان داریم وی افزود درباره اینکه ایران از ساختن این ماکت ناو هواپیمابر یا استفاده از آن در یک رزمایش چه چیزی میخواهد به دست بیاورد نمیتوانیم صحبت کنیم وی گفت ما دنبال درگیری نیستیم اما آماده ایم از نیروها و من منافع آمریکا در برابر تهدیدهای دریایی در منطقه دفاع کنیم حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه در جمع مدیران صنایع پتروشیمی و فولاد کشور طی سخنانی به مسئله خودکفایی در صنعت پتروشیمی پرداخت و در عرصه روابط خارجی نیز مدعی شد که دولت ترامپ بیش از 20 بار از دولت وی تقاضای مذاکره کرده است که البته دلیل موجهی نیز برای عدم مذاکره خود ارائه نداد وی در مورد سیاست خودکفایی کشور گفت 97 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی در آغاز دولت بوده است امروز این رقم به 130 میلیون تن رسیده است امروز برای گندم مورد نیاز مردم نیازی به واردات نداریم ممکن است برای بخش های صنعتی از جاهای خرید داشته باشیم اما برای پنج سال متوالی است که در تولید گندم به خودکفایی رسیده ایم این در حالی است که خودکفایی در گندم منابع آبی ایران را تحت فشار شدید قرار می دهد و می تواند به بحران بی آبی ایران منجر شود که نتایج خطرناکتر و ویرانگری را در حوزه های مختلف می تواند رقم بزند. به گفت مسئولیت نمایندگان و منتخبان مردم تأمین منافع، اهداف و نیازهای ملی است. اساس مسئولیت دولت ها حفظ کشور است. حال ممکن است دوره مسئولیت چهار یا هشت ساله باشد. به افزود الان نباید به این فکر باشیم که حالا چهارده میلیارد برای بخش پتروشیمی سرمایه گذاری کردیم در حالی که می توانستیم این رقم را برای امروز کشور و بخش ارز سرمایه گذاری کنیم. این تفکر نادرست است. چون به این فکر میکنیم که بگونه ای دوران دولت خود را به پایان برسانیم ما باید برای منافع ملیمان کار کنیم این سخنان در حقیقت توجیه وضعیت به هم ریخته است که روحانی با آن روبروست و میخواهد بگوید قیمت ارز به این دلیل افزایش یافته که دولت او سرمایه گذاری کرده است به در مورد روابط ایران و آمریکا نیز گفت الان تقریبا دو سال و سه ماه است که آمریکا از برجام خارج شده و در شدیدترین فشارها هستیم آنها فکر میکردند ما چند ماه بیشتر نمیتوانیم دوام بیاوریم و مجبور میشویم با آنها تماس بگیریم در این مدت اگر بگویم 23 مرتبه درخواست ملاقات با مقامات آمریکایی دریافت کردم کم گفتم در یک سفر نیویورک در سال 96 مرتب از من تقاضای ملاقات شد سال 97 بیشتر از سال 96 و سال گذشته تقریبا همه سران کشورهای غربی و اروپایی یکی یکی از ما خواستند تا با مقامات آمریکایی ملاقات کنیم. رئیس جمهوری گفت ما ابایی از مذاکره نداریم. اما به دنبال نمایش نیستیم بلکه به دنبال حل مسئله هستیم وی افزود امروز برخلاف همه مقررات بین المللی تحریم بر ما تحمیل شده و باید این تحریم ها را بردارند هر آنچه آنها میگویند بر مبنای این است که کار خلافی را که آغاز کردهاند خاتمه دهند این یک واقعیت است و پیش شرط نیست چرا که آنها نه به دولت ایران بلکه به ملت ایران فشار آوردند و تحریم های آنها تروریسم اقتصادی بوده و امروز در شرایط کرونا یک تروریسم درمانی است روحانی توضیح نداده است که در سال 96 که هنوز دولت ترامپ از برجام خارج نشده بود چرا وی حاضر نشد در سازمان ملل با دانلد ترامپ ملاقات کند واعظی رئیس دفترش مدعی شد که رئیس جمهوری فرانسه هشت بار تقاضا کرد که روحانی با ترامپ ملاقات کند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در دومین گفتگوی اینستاگرامیش که در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برای مخاطبان خارجی از چالش های گذار به نظم بینالمللی جدید سخن گفت و همچنین چالش های ایران را در این زمینه برشمرد گفت پس از پایان جنگ سرد برخی تلاش کردند تا آینده جدیدی بسازند و تحولات آینده را نه تنها پیش بینی بلکه تجویز می کردند. وی افزود ابرقدرتها اشتباه محاسباتی داشتند و اعلام نظم نوین جهانی به وسیله رئیس جمهوری وقت آمریکا موضوع حکمرانی جهانی و قرن نوین آمریکایی و اعلام پیروزی بر عرشه ناب جنگی آمریکایی در سی و چند سال گذشته تلاشهایی برای نسخه پیچی آینده بود وی گفت اگر میخواهیم بدانیم که چه میگذرد و از اتفاقات سو جلوگیری کنیم باید بدانیم که کجاییم و به کجا خواهیم رفت در طول تاریخ نظم قدیم فرو می پاشید و نظم جدید با خون های فراوان جانشین آن میشد. معتقدم روی کرت کاملاً کاملا غربی نتوانست به ما درک درستی از وقایع جهان را ارائه دهد. نظم نوین جهانی دیگر کاملا غربی نخواهد بود. ظریف گویی مقامات جمهوری اسلامی را مخاطب قرار داده است که نمیدانند به کجا میخواهند بروند و در نتیجه هزینه سنگینی را برای ملت ایران به بار آورده است ظریف در این سخنرانی به هزینه های آمریکا در امور نظامی در ادوار گذشته در مقایسه با دیگر کشورهای جهان اشاره و گفت آمریکا بسیار بیشتر از هر کشور دیگری همچون روسیه، چین و عربستان هزینه نظامی داشته و با این کار همه چیز را امنیتی کرد. به افزود هدف آمریکا ایجاد فضای امنیتی در جهان بود تا بتواند با هزینه های نظامی بر دنیا تسلط یابد. او همچنین به اشتباه محاسباتی معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی اشاره و اضافه کرد که وی بسیار خشن و افراطی بود و همین مسئله تجزیه لیبی و مرگ وی را در پی داشت. ظریف اشتباه محاسباتی آمریکا را باور به ظهور نظم نوین جهانی و استفاده از قدرت نظامی برای جاودان ساختن نظم جهانی آینده دانست و اظهار داشت آنها با دخالت خود مرتکب یک اشتباه بزرگ شدند و دخالت نظامی تبدیل به یک هنجار در سیاستهای جهانی آمریکا شد. ظریف با اشاره به اظهارات ترامپ در مورد هزینه های هنگفت بی سمر برای منافع ملی آمریکا گفت که او نیز اکنون در دوران ریاست جمهوری خود یک میلیارد دلار دیگر در همان باطلاق هزینه کرد ظریف افسود معتقدم این نتیجه عدم درک حقایق مربوط به گذار است یا تلاش برای پیشداوری نتیجه یا تلاش برای تسهیل نتایج دلخواه که منجر به وقوع این فاجعه شده است ظریف نگفت که هزینه های سیاست خارجی ایران و اشتباه محاسباتی در مورد غنیسازی و افزایش تنش منطقه‌ای چه هزینه هنگفت و تریلیون دلاری را بر خزانه مملکت تحمیل کرده است پافشاری بر سیاست غنیسازی تا کنون صدها میلیارد دلار برای ملت ایران هزینه سازی کرده و ملت را در زندگی اقتصادی روزمره با استیصال روبرو ساخته است به گزارش رویترز آمارهای گمرکی چین نشان میدهد که این کشور تنها از ژانویه تا پایان ماه می نفت از ایران خریده و در ماه جوان رقمی برای واردات نفت از جمهوری اسلامی درج نشده است این در حالی است که برای دیگر سادر کننده های نفت مانند عربستان، عراق، امارات، روسیه، کویت و دیگران جزئیات واردات نفت برای ماه جوان درج شده و خرید نفت از برخی از این کشورها هم اوج گرفته است همچنین برای نیمه اول سال 2020 کل واردات نفت چین از ایران تقریبا یک ممیز 7 دهم میلیون تن حدود هفتاد هزار بشکه در روز گزارش شده است که با واردات نفت این کشور از ایران در پنج ماهه سال جاری برابری می کند. بدین ترتیب طبق آمار گمرک چین این کشور در ماه جوان نفتی از ایران وارد نکرده این امر نشان میدهد که تحریم نفتی ایران به شدت در حال اجراست و چین هم هیچ کمکی به ایران نمی کند. محمود احمدی نژاد که در زمان خودش حمله به سیاست تنش زدایی خاتمی سرلوحه برنامههایش بود و با شعار نابودی آمریکا و اسرائیل هزینه سنگینی بر دوش ملت ایران وارد کرد اکنون در اقدامی تبلیغاتی که میتوان آن را مقدمه حضور وی در انتخابات 1400 دانست با ارسال سه نامه جداگانه به دبیر کل سازمان ملل ولیت عربستان و رهبر جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که به عنوان یک وظیفه انسانی آماده است تا با تشکیل هیئتی از شخصیت‌های آزادیخواه عدالت طلب و موجه جهانی برای خاتمه دادن به تخاصمات و درگیری‌های نظامی میان دو کشور همسایه عربستان و یمن تلاش کند این در حالی است که او به جز عضویت در مجمع تشخیص مسلحت نه مسئولیتی در این حوزه دارد و نه نفوذی و نه اصولا در جمهوری اسلامی کسی از نهادهای قدرتمند و مسئول در این حوزه اعتنایی به وی دارند به هر حال او در حال انجام این رفتارهای تبلیغاتی است تا بتواند با نشان دادن محبوبیت و سبد رأی خودش اصولگرایان را وادارد که به نامزدی وی برای انتخابات رأی دهند بانک مرکزی بار دیگر از انتشار گزارش مالی و بودجه خود خودداری کرد و فقط گزیده آمارهای اقتصادی خرداد 99 را منتشر کرد. کارنامه بودجه و دخل و خرج دولت که مهمترین آمار اقتصادی است از آذر ماه 97 منتشر نشده است. در این گزارش باید آمارهای مربوط به وضعیت بودجه عمومی دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و پرداختهای عمرانی ارائه شود. بانک مرکزی از آذر سال 97 به بعد آمارهای مربوط به وضعیت بودجه را منتشر نکرده. در واقع هیچ اطلاعاتی از میزان کسری بودجه دولت بعد از آذر 97 در دست نیست. به نظر می رسد بحران اقتصادی و وضعیت خراب خزانه دولت عامل اصلی این سانسور اطلاعاتی باشد. این سانسور عملا همزمان با گسترش تحریم ها از سوی آمریکا بوده است. علا اعتراضات متعددی که علیه مهداد پاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات صورت گرفت، مراسم معارفه ی وی روز گذشته با حضور قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شد. در این مراسم عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات کشور در مراسم گفت ما سال 95 کار خود در دیوان محاسبات را آغاز کردیم و حدود یک سال طول کشید که مدلی را برای فعالیت خود در دیوان محاسبات تدوین کردیم. به افزود دیوان محاسبات در این دوره تعامل بسیار خوبی با مجلس شورای اسلامی داشت و چهار گزارش تفریق بودجه سنواتی را تهیه کرده ایم که همه شاهد بودیم این گزارش ها تأثیرات بسیار زیادی داشت. وی تاکید کرد حدود 50 هزار میلیارد تومان از اموال بیت را توانستیم به خزانه برگردانیم و بنده گلمند هستم که با وجود این برخی افراد میگویند که دیوان محاسبات حسابرسی بی کرد و بود و نبود دیوان محاسبات فرقی ندارد وی گفت ما در دیوان محاسبات کارهای گرانسنگی انجام دادیم به ای که بیش از چهار میلیارد دلار پول را توانستیم شناسایی کنیم و وارد خزانه کشور شود. به یفسود برخی افراد میگویند که نظارت دیوان محاسبات نباید نوشدارو پس از مرگ سهراب باشد در حالی که کار دیوان محاسبات ناظر بر اقداماتی است که انجام شده است وی گفت برای اینکه دیوان محاسبات در حین دخل و خرج هم نظارت داشته باشد باید حسابرسی ضمنی سه ماهه راه اندازی شود که راهکاران است که دولت الکترونیک اجرا شود ارتقای نظارت بر خط دیوان محاسبات کشور اهمیت دارد همواره رؤسای دیوان محاسبات از این ادعاها می کند. ولی معلوم نیست چه میزان از فسادهای مالی دیگر را نادیده گرفتند علاوه بر این رئیس جدید دیوان محاسبات قبل از رسیدن به این سمت متهم به فساد مالی و علمی است به گزارش رویترز برایان هوک فرستاده ای ویژه ای آمریکا در امور ایران روز دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی در کویت به انتقاد از جمهوری اسلامی ایران و نیز تبعات رفع تحریم های تسلیحاتی ایران پرداخت. به گفت میخواهیم پایان جنگ در یمن را ببینیم اما ایران این را نمیخواهد. او ادامه داد تمایل داریم با عراق روابطی خوب داشته باشیم اما ایران میخواهد بر این کشور مسلط شود ایران به دنبال بی کردن و تضعیف حاکمیت عراق سوریه لبنان و یمن است به افزود ایران فتیله جنگ های منطقه را روشن می کند ایران میخواهد عراق را تحت کنترل خود درآورد که این مسئله قابل قبول نیست وی گفت سیاست اعمال فشار را ادامه می دهیم تا تحریم تسلیحاتی ایران تمدید شود هوک در پایان گفت دولت آمریکا سخت کوشیده تا اعتماد را به کشورهای حاشیه خلیج فارس بازگرداند او پس از قطر به کویت سفر کرده و به دنبال آن است که از لابی کشورهای عربی برای قانع کردن چین و روسیه به منظور موافقت با لایحه تحریم تسلیحاتی ایران استفاده کند گزارش رویترز کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز سهشنبه در مراسمی که به مناسبت 67 مین سالگرد اتمام جنگ دو کره در پیونگ برگزار شد اعلام کرد سلاحهای هسته ای آن کشور که با دشواری به دست آمده است تضمینی برای حفظ امنیت ملی و جلوگیری از وقوع جنگی جدید در شبه جزیره کره محسوب می شود بگفزود به لطف بازدارندگی قابل اعتماد و مؤثر دفاع از خود دیگر جنگی در این سرزمین رخ نخواهد داد و امنیت ملی و آینده ما به طور دائم تضمین خواهد شد. به از آنجایی که باید از قدرتی برخوردار باشیم که بتوانیم از سرنوشت کشور و مردم دفاع کنیم ما هرگز از قدرتمندترین ظرفیت دفاع ملی خود چشم پوشی نمی کنیم و در این زمینه هم با هیچ کسی هماهنگی نخواهیم کرد. کیم گفت مبارزات شدید با دشمنان از زمان جنگ کره ادامه داشته و فشار امپریالیست ها نیز افزایش یافته است. اظهارات رهبر کره شمالی در شرایطی مطرح می شود که به باور کارشناسان احتمال مذاکرات جدید میان واشنگتن و پیونگیانگ پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اندک به نظر می رسد. به گزارش رویترز مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به دنبال حوادث دیروز در میدان التحریر بغداد و جنجالی شدن قضیه درگیری تظاهرکنندگان کنندگان و نیروهای امنیتی با یکدیگر در سخنانی با ابراز ناراحتی از قطعی مکرر جریان برق در برخی مناطق عراق در شرایط گرم آب و هوایی که موجب اعتراضات خیابانی شهروندان شده است گفت آرزو می کردم که در دستم یک راه حل موجز آسا بود اما متاسفانه سالهای مدید فساد و سوء مدیریت موجب شده که نتوانیم ظرف یک شبانه روز راه حلی برای آن پیدا کنیم به افزود این منصفانه نیست که از دولتی که از عمرش فقط دو ماه میگذرد بخواهیم که هزینه قارت و چپاول ادعی در گروهها و دولتهای قبلی را بدهد الکازمی تظاهرات روز گذشته جوانان عراقی را حق مشروع آنها خواند و گفت نیروهای امنیتی اجازه شلیک حتی یک گلوله به سمت برادران تظاهر کننده را ندارند وی تأکید کرد هر تیری که به سمت جوانان و مردم ما در حالی که حقوقشان را مطالبه می کنند شلیک شود تیریست که به سمت شرافت و اصول ما شلیک می شود او همچنین گفت که در خصوص حوادث دوشنبه که منجر به کشته شدن دو معترض در جریان تظاهرات بغداد شده تحقیقات آغاز شده و دستور داده شده که ظرف سه روز همه ابعاد آن روشن شود